ضبطم زدیم. مجددا سلام به همگی، مرسی که دوباره وقت گذاشتی و اومدی. روز سوم از وبینار ماشین لرنینگ که در واقع روز آخره بحث ماشین لرنینگ هست رو با هم دیگه میخوایم شروع بکنیم. توی دو جلسه قبلی ما صحبت کردیم در مورد بحث linear regression و روی سری از دیتا ست ها خب دیدیم که اومدیم و امتحان کردیم. امروز میخواییم این کار رو ادامه بدیم و با الگوریتم دیگه هم آشنا بشیم و یه سری مسائل دیگه هم با هم دیگه ببینیم. امروز حتی جایی که وقت بشه میتونیم با هم دیگه کلاسمون رو ادامه بدیم. من شیر بکنم. و فکر میکنم که الان باید اوکی باشه. خب ما جلسه پیش روی یه دونه تمرینی که در واقع موندیم تمرینمون تموم شد ولی اکیوریسی بالایی نگرفتیم که من فیلمم آخرش قطع شده و یعنی صدا نداشت، مجبور شدم قطع کنم. یه بار دیگه اینو با هم دیگه بررسیش بکنیم. قیمت در واقع موبایل بود بر اساس یه سری پارامترها و می‌خواستیم با استفاده از ریگرسیون خطی بیام اون رو پیش بینی بکنیم. یه پلاتایی هم کردیم و یه چیزایی رو هم دیدیم با هم دیگه. تا اینجاش مسئله‌ای نداریم. بعدش هم با استفاده از خب این سایکل لرن اومدیم اینو نورمالایزش کردیم و دیگه خب اومدیم نورمالایز کردیم و یه اکیوریسی خیلی خیلی پایینی گرفته بودیم. من گفتم که خب به نظر میرسه یه سری از دیتاهای ما داده های پرت هستن و این داده های پرت میتونه یکم کار ما رو خراب بکنه. من داده های پرت رو در واقع پیدا کردم و سعی کردم که اون داده های پرت رو از بین ببرم. اینجا ایکس نورم اینجا این رو بزنیم، اول ایکس و وایمون رو بسازیم. خب اینها رو در واقع با هم دیگه ببینیم. اینها رو به عنوان داده های پرت من پیدا کردم، حالا بر اساس یک الگوریتمی که داره اینا رو به عنوان داده های پرت و اونا رو دراپشون کردم. داده های پرت از بین رفتن. بعدش اومدم دوباره از اول اون الگوریتم رو اجرا کردم. یعنی فرض کردم که دیتا ست من دیگه 800 تا داره، چون 806 تا بود وقتی که اینجا اومدیم و 806 تا بود و بعد از اینکه اون داده های پرت رو پیدا کردم الگوریتمم شد دیگه 800. خب حالا با این 800 تا من این رو اجرا میکنم و بریم ببینیم که دوباره همون بحث فیت کردن لینیر ریگرژن و اسکوری که اینجا میگیریم 32% هستش که اینجا R2 اسکوره. یه اسکور هم معمولا خودش داره، حالا امروز بیشتر هم توضیح میدم. علاوه بر این که ما میتونیم از این R2 اسکور استفاده بکنیم برای اینکه اکیوریسی کار رو بگیریم، همونجا که آبجکت رو تعریف میکنی مثلا متد فیت داره، یه متد اسکور هم داره که دو تا ورودی از شما میگیره، ایکس تست و وای تست. یعنی برخلاف R2 اسکور که وای هت و وای تست میگیره، این متد اسکور ایکس تست و وای تست رو میگیره و به شما اسکور میده که حدود 45%. این بالاترین درصدی بود که میشد برای این به دست آورد برای این. خب حالا چه اکیوریسی که جلسه پیش گرفتیم که از این پایین تر بود، چه اکیوریسی که الان گرفتیم با حذف کردن داده های پرت به دست اومده، خیلی اکیوریسی بالایی نیست. 32%، 45%، 50%، اینا اکیوریسی های بالایی نیستن و دیروز با هم دیگه دیدیم که وقتی ما به یه همچین اکیوریسی هایی میرسیم باید چند تا کار انجام بدیم. یا اینکه باید مثلا دیتامون رو تعدادش رو زیاد بکنیم، شاید باید تعداد فیچرها بیشتر بشه، دقیق تر بشه، یا اینکه هیچ کدوم از این چیزا اگر جواب نده راه حل بعدی اینه که الگوریتممون رو عوض بکنیم، که در واقع ما می‌خوایم همین کار رو هم انجام بدیم و بریم با یه الگوریتم دیگه استفاده بکنیم ببینیم که چقدر میتونیم این رو بیاریمش بالاتر. البته ما چندین الگوریتم داریم برای اینکه بتونیم این رو
روش پیاده سازی بکنیم، خب با توجه به زمانی که توی این دوره داریم میخوایم از الگوریتم دیگه استفاده بکنیم و یک کم اینو بیاریمش بالاتر، میشه از الگوریتم های دیگه استفاده کرد و این رو مثلا به بالای 90 هم رسوندش این درصد. خب یه دونه الگوریتم دیگه هم در مورد اینو که کار نکردیم، این بحث کانکریت رو، نه اصلا در موردش تا حالا صحبت نکرد. خب این الگوریتم کانکریت رو هم یه بار دیگه با همدیگه انجامش بدیم، یعنی همین در واقع مسئله یه بار روش انجام بدیم و ببینیم که به چه درصدی میرسیم و بعد ببریمش دوباره توی الگوریتم جدیدی که امروز میخوایم استفاده بکنیم، ببینیم که چقدر میتونیم این الگوریتم رو بهترش بکنیم. یه الگوریتمیه در مورد مقاومت بتون هستش که من اگر این رو بیام بزنم و اینجا حالا دیتای تو رو هم با همدیگه ببینیم، یه همچین چیزی میرسیم. یه الگوریتمیه که از چند تا فیچر تشکیل شده و یه وای و تارگت داره. این وای و تارگتمون مقاومت فشاری بتون هستش که میخواد اندازه گیری بکنه بر اساس چه پارامترهایی که از نظر ایشون که این مقاله رو نوشتن مهم بوده. پارامترهاش سیمان بوده، یعنی فیچر اولش سیمان بوده که اینقدر در واقع فرض بکنید سیمان استفاده کردن. دومی در واقع سرباره بوده، یه سری افسودنی هایی که به سیمان میزنن برای اینکه مقاومت بتون رو افزایش بدن. خاکستر بادی بوده، آب بوده، فوق روان کننده، تیزدانه و یه سری سنگ های گردگوشه. این و در نهایت X8 هم سنه، در واقع اون سن اون چیزی که میسازن، چون میدونی که هر چقدر زمان بیشتر بگذره خب مقاومت بتون هم بیشتر میشه. خب اینا فیچرهایی بوده که از نظر ایشون مهم بوده. 1030 تا فیچر رو اومده و ایجاد کرده. خب اولین کار ما باید ایکس و وایمون رو بسازیم دیگه. گفتیم که با استفاده از این که ما میایم دراپ میکنیم وای رو، اینو یعنی بر میداریم، بقیهش میشه ایکس و این اکسس یکم یادمون نمیره، باید اینجا بذاریم. و برای وای هم میگیم فقط وای رو انتخاب کن، من ایکس و وایم رو میسازم و بعدش میایم این رو نرمالایز میکنیم. یعنی مرحله بعدی نرمالایز کردن این هستش. ما نرمالایزمون رو از یه چیز دیگه استفاده کرده بودیم برای نرمالایز. چندین روش برای نرمالایز کردن وجود داره. اینم یه روش دیگه است که شما میتونید از سایکل لند دار پری پروسسینگ مینیمال مین ماکس اسکیل رو انتخاب بکنید که این هم یه جور دیگه برای ما میاد و نرمالایز میکنه. باز یه نرمالایز دیگه هم امروز بهتون نشون میدم. 5 6 تا حالت نرمالایز کردن وجود داره که تفاوتشون اینه که مثلا بعضیشون میاد اینو بین منفی 1 و 1 میبره، بعضیا بین 0 و 1 میاد میبره. یه تفاوتای این شکلی در واقع داره که حالا از هر کدوم استفاده کنید ای بیاد. خب من اینجا میام این رو و نرمالایزش میکنم. چند تا مرحله دیگه برای اینکه خیالم راحت باشه که شما دیروز حالا یادتون هست چیزایی که کار کردین، بعد از اینکه نرمالایز کردیم باید چیکار بکنیم مرحله بعد شما بگید من بنویسم. ما دیتا ستمون رو آماده کردیم، نرمالایز هم کردیم، الان باید یه کاری انجام بدیم. تست ترین، مرسی. باید ترین و تست رو اسپلیت بکنیم. بقیه یادشون نمیاد؟ یادشون میاد و حال ندارن جام. خب بعد این رو در واقع بیایم اینا رو تفکیک بکنیم از هم دیگه که بتونیم از یه قسمتیش رو برای ترین استفاده بکنیم و یه قسمتش هم برداریم برای تست کردن در انتها بتونیم استفاده بکنیم. برای این کار دوباره باید برم سراغ scikit-learn from scikit-learn.model-selection. اون قسمتی بود که برای من میتونست این کار رو انجام بده و میگفتیم import کن train test split رو به کمک کنه. خوب train test split رو برای من وارد بکن و 4 تا خروجی برای من داشت. یکی x train بود، یکی x test بود، یکی y train بود و یکی هم y test بود و اینجا می نویسیم train test split و یه سری ورودی داشت. ورودی همونی که خب چی رو می خواهی که این کار باش انجام بدی؟ من x و y باید دیتا ست هم بهش بدم، x و y رو باید بهش بدم. یه دونه رندوم استیت بود که همون گفتیم سید ما هستش، اینو مثلا یک یا هر عددی که دوست داشتی میذاریم. یه دونه هم تست سایز هستش که چقدرش رو وردارم برای این کار که میگم 20% رو برای این کار وردار. یه دونه کاما
کجا اشتباه گذاشتیم؟ اینجا یک کامه نذاشتیم و اوکی. و ترین تست اسپلیت هم چی شد؟ انجام شد. مرحله بعدی باز بگید شما چیکار باید بکنیم؟ فقط یه نفر بچه ها؟ بقیه صدای من دارن؟ مشارکت کنیم بچه ها، مشارکت بکنیم، کیفیت کلاسمون بره بالاتر، منم انرژی بیشتری داشته باشم برای کار کرد. بله، ایمپورت کردن. چی رو باید ایمپورت بکنیم الان توی این مرحله؟ توی این مرحله باید الگوریتممون رو بیایم و اجرا بکنیم دیگه. بنابراین باید بیایم ایمپورت کنیم الگوریتممون رو. خب برای این کار باید بگیم چی؟ from scalearn.linearmodel ایمپورت کن linear regression. اینو این کار رو انجام میده. 4 تا مرحله داشت، میشه بگی؟ مرحله اول، ایمپورت کردیم آبجکت. مرسی. باید یه آبجکت ازش بسازم، اسمشو مثلا میذارم رگ 1، هر چیزی میتونیم بذاریم، حالا من حتما رگ میذارم، شما OBJ بذاری یا هر چیزی که دوست داری. خب بعد بیام این رو ازش بسازم. خب این آبجکت ازش ساخته شد. مرحله بعدی آبجکت ساخته شد و مرحله بعدی مرسی فیت کردنه. رگ 1 داد فیت کن. چی رو باید فیت بکنیم؟ ایکس ترین، اون چیزی که میخوایم آموزشش بدیم دیگه، ایکس ترین و وای ترین رو فیت میکنم و اوکی تموم شد. و وقتی این میاد این نشون دهنده اینه که فیت شده و همه چی اوکیه. مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد حالا میخوایم پردیکت بکنیم، ببینیم که بله، ببینیم که چقدر این کیفیت داره و چقدر اون اسکوری که به ما میده بالا هستش. پس بنابراین در این مرحله پردیکت رو انجام میدیم. خب گفتیم برای پردیکت کردن اینکه بود که R2 اسکور رو وارد بکنیم. یه کار دیگه هم که گفتیم میتونیم بکنیم اینه که از خود همین استفاده بکنیم. رگ 1 داد یه متدی داره به اسم اسکور و وقتی اسکور رو بزنیم دو تا ورودی از شما میگیره. چه ورودیایی میگیره؟ تستاتون رو میگیره. با این ترینا اومدیم این کار رو انجام دادیم، حالا با تستا ورودیای تست رو بهش بدی، خودش بهت اسکور میده و معمولا این اسکوری که میده یکم بالاتر هستش نسبت به اون R2 اسکور که ما قبلا ازش استفاده کردیم. پس من اینجا ایکس تست رو میزنم و وای تست رو میزنم و درصد میگیرم. 52% در واقع تونستم اینجا این رو ایجادش بکنم. اینو مثلا رندوم استیتش رو اگر بردارم باز این یکم، یعنی عوضش بکنم، این یکم تغییر میکنه، مثلا تا 66% هم رفته چی؟ بالا. حالا بعدن که خواستید حالا جدیتر یا مقاله یه چیزی کار بکنی، معمولا این شکلی هستش که میان اینو چندین بار انجام میدن و مثلا با رندوم استیت های متفاوت. اصطلاحا یه اصطلاحی داریم توی ماشین لرنینگ بهش میگن کافولد، به معنی اینه که میان چندین بار هی تست و ترین رو پشت سر هم دیگه انجام میدن و اکورسی نهایی میشه جمع اکورسی ها تقسیم، یعنی میانگینی از اکورسی ها میگیرن. چون الان اکورسی من 50 داشتم، 66 هم اینجا گرفتم، یه بار دیگه بزنم احتمالا از این بیشتر و یه بار دیگه بزنم شاید از اون 50 هم کمتر بشه. 50 بود یا 55 یادم نیست. به هر حال مثلا امکان داره که مثلا تا 40 خورده ای هم بیاد، امکان داره مثلا تا مثلا 70 هم امکان داره بره. حالا خیلی شاید بازش چیز نباشه ولی امکان داره به هر حال یه بازه ای اکورسی های متفاوت داشته باشیم که معمولا اکورسی نهایی رو میایم میانگین اکورسی هایی که گرفتیم به دست میاریم. ولی خب حالا تو همین مرحله همینم هم اوکیه. باز حالا 66% گاهی اوقات هم هستش که شما تو مقالتون می‌نویسید که مثلا بالاترین اکورسی که به دست آوردم الان اینه. خب همینم هم خوبه دیگه، شما بالاترین اکورسی که به دست آوردی میتونید تو اینجایی که الان فیت کردید میتونید چی به اون خط رو به دست بیارید، بلدید دیگه. میتونم این شکلی بنویسم که reg1.coef، اینجا میتونم اون شیبی که میخوام رو به دست بیارم، یعنی با این شیبا الان خطی که این شیب ها رو داره این اکورسی رو به ما میده. میتونیم هم از همین استفاده بکنیم و بگیم که بالاترین درصد هم اینه با این شیب و اینترسپت هم که میتونم به دست بیارم که باز هم شما بلدید. اینو من یه دونه دیگه هم باز بکنم، می‌نویسیم reg1.intercept و منفی یک نه حدود مثلا صفر هستش تقریبا، اینم اینترسپتش هستش. با اینا من به این اکورسی رسیدم. اینجوری میتونیم بدیم یا میانگین بدیم. خب
حالا من اینو انجام دادم برای اینکه یه بار دیگه هم حالا میخوایم امروز با یه الگوریتم دیگه ای انجام بدیم و سعی بکنیم این اکورسی که اینجا گرفتیم و حدود مثلا 66 رو یکم ببریمش بالاتر، ببینیم میتونیم این کارو بکنیم یا نه. یه دونه اکورسی هم جلسه پیش داشتیم برای بحث چیز بود، این دیتا ستی داشتیم که از انرژی بود که فکر کنم 90% بود، 91% ما اکورسی بر اون انرژی گرفته بودیم که حالا اینا رو امروز انجام خواهیم داد. یه دیتا ست دیگه هست، اینو به عنوان یکی از دیتا ست هایی که میتونم براتون بفرستم برای اینکه شما پروژه پایانی رو انجام بدی تا هفته آینده، اینو میتونید چیز بکنید، پیش بینی خونه هستش، میتونیم با هم دیگه یه نگاهی بهش بندازیم. یه پروژه‌ایه که قیمت خونه رو در واقع داره بررسی میکنه، اومده یه دیتا ست 414 تا سمپل رو جمع کرده، گفته خب سن خونه اینقدر بوده، نزدیکیش به اون در واقع مترو و بی آر تی و اینجور چیزها انقدر بوده به متر، نزدیکیش به فروشگاه، ببخشید تعداد فروشگاه ها در اطرافش چقدر بوده، طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی رو گذاشته و در نهایت بر اساس اون اومده قیمت خونه رو بر اساس هر متر واحد اومده اندازه‌گیری کرده. یعنی این میشه تارگت شما و اینا میشن چی؟ اینا میشن فیچرهای شما. حالا شما با استفاده از این الگوریتمی که امروز دیدیم، به اضافه الگوریتمی که ببخشید الگوریتمی که دیروز دیدیم و الگوریتمی که امروز خواهیم دید، میتونید اینو یه پیش بینی انجام بدید، ببینید که به چه اکورسی میتونید برسید. حالا تو اون پروژه آخری هم که میخواید انجام بدید، حالا باز آخرش هم دوباره توضیح میدم، ولی علاوه بر این که حالا اکورسی اینا رو به دست میاری و این الگوریتمو چیز میکنی، با استفاده از حالا متفلاتلی با اینا یه سری نمودار هم قاعدتا میکشید. امروز هم باز دوباره حالت نمودار هم به شما خواهم گفت. خیلی خب، سوالی نیست بچه‌ها، اگر سوالی نیست بریم شروع بکنیم کار امروز شما. یه منفی بذارید دلمون خوش باشه. مرسی. خب میخوام مفهوم دیگه ای رو امروز با هم دیگه صحبت بکنیم. یه مفهوم بسیار بسیار مهم هستش در بحث ماشین لرنینگ به اسم کوریلیشن. یکی از اون مفاهیمی هستش که ما معمولا قبل از اینکه بخوایم باز ترین بکنیم کار خودمون رو، توی مرحله پیش پردازش اینو انجام میدیم که ببینیم. دیروز مثلا بچه‌ها پرسیدن آیا راه حلی وجود داره که بدونیم قبل از اینکه بخوایم الگوریتم رو اجرا بکنیم، ببینیم که میشه آیا مثلا این الگوریتم روش جواب میده یا نه، روش اجرا نکنیم. گفتم نه، راه حلی وجود نداره و باید آزمایشش بکنیم. بله درسته، راه حلی وجود نداره، ولی بعضی موقع هستن که یه سری راه حل هایی مثل چیزی که الان میخوام بگم تو بعضی از الگوریتم ها، تو نه همه الگوریتم، تو بعضی از الگوریتم ها میتونه کمک بکنه. یعنی ما میتونم با استفاده از چیزایی که الان دارم میگم، قبل از این که مثلا بیام این کانکریت رو اجرا بکنم، بیام این چیزی که الان قراره بگم رو روش اجرا بکنم، یه دیدی به من میده که آیا این میتونه مثلا لینیر ریگرژن روش خوب جواب بده یا نه. فقط هم لینیر ریگرژن نه، مثلا چیزای دیگه. خب بریم سراغ دو تا مفهوم. این چیزی هم که الان میخوام بگم علاوه بر این که اینجا به دردم میخوره، توی بحث حالا چت جی پی تی و ال ال ام ها که حالا پس فردا ان شاء الله قراره در موردش صحبت بکنیم، اونجا میخوام بگم که پایه اونا هم همین هستش، پایه این بحث برداری هستش که اینجا میخوایم انجام بدیم. خب ما جلسه اولمون که داشتیم در مورد مفاهیم پایه‌ای صحبت میکردیم، در مورد بردارها صحبت کردیم، گفتیم بردارها همون ماتریس های ستونی هستن، گاهی اوقات میتونیم اینا رو به صورت خطی هم بنویسیم، ولی اون چیزی که در واقع متداول هستش که بردارها رو میتونیم به صورت ماتریس های ستونی انجام بدیم. مثلا بردار A هستش و این بردار B هستش، یا دو تا بردار دیگر رو اومدم اینجا تعریف کردم که از سه تا مؤلفه تشکیل شده. خب شما فکر میکنم که ضرب برداری رو باید بلد باشید، اگرم بلد نیستید مهم نیست، ضرب برداری خیلی چیز ساده‌ای هستش، مثل همون ضرب ماتریسی، یعنی هیچ فرقی با هم دیگه نداره ضرب ماتریسی و ضرب برداری. مثلا اگر آ باشه 2 3 4، اینو به صورت یه بردار این شکلی می‌نویسن و یه بردار دیگه هم 5 6 و منفی 7 رو دارن. ما برای اینکه این دوتا بردار رو در هم ضرب بکنیم، میام اینو ضرب در این می‌کنم، اینو ضرب در این میکنم، اینم ضرب در این میکنم، یعنی دونه دونه، و اینا رو با هم دیگه جمع میکنم. اگه براتون سوال چرا اینو اینوری نوشتم، چرا اینو اینوری نوشتم، برای ضرب ماتریسی باید این بوداشون به هم بخوره. مثلا این الان 1 در 3
یه ماتریس 1:3، این یه ماتریس 3:1. برای اینکه بتونم دو تا ماتریس رو در هم دیگه ضرب بکنم، حتما باید این دو تا عددا با هم دیگه یکی باشه. حاصلم هم حتما یه چیز 1:1، یعنی یه دونه عدد خواهد بود. اینم چیزی هستش که یادآوری در مورد. خب حالا اگر اینا رو من با هم دیگه ضرب بکنم، میدونید چه عددی میشه؟ 2 5 تا میشه 10 تا، 3 6 تا میشه 18 تا، و اونم ضرب 4 6 تا، این 4 بود، 4 7 بود. 4 7 هم که میشه 28 تا. در نتیجه چند میشه؟ 0 خواهد شد. یعنی من اومدم دو تا بردار رو در هم ضرب کردم و حاصل شده چی؟ 0. حالا اگر همین دو تا بردار رو در هم ضرب بکنم، این دو تا برداری که اینجا میبینیم، حاصلش میشه 16. یعنی حاصل این دوتا شده 0 و حاصل این دوتا شده 16. حالا ضرب برداری برای ما مفهوم داره توی ماشین لرنینگ. ما توی دبیرستان معمولا میومدیم ضرب برداری میکردیم، میومدیم از ضرب ماتریس ها رو انجام میدادیم، در حالی که اصلا نمیدونستیم که اینا به چه دردی میخورن. اینو زیاد شنیدید دیگه، مثلا ماتریس ها به کجای زندگی من مثلا کمک کرد، یا نمیدونم مشتق به چه درد من خورد. مثلا طرف میگه مثلا من 70 سالم هیچ وقت تو زندگی مشتق به دردم نخورده، در حالی که وقتی که شما میاد یکم عمیق‌تر میشید روی این قضیه. البته سیستم آموزشی اشتباهه که بدون اینکه بگن اینا کجا کاربرد داره، فقط یه چیزی رو میخواستیم حفظ بکنیم و هنوزم همینه، توی دانشگاه هم در واقع همینه میگیم حفظ بکنیم. ولی به طور کلی میخوام بگم که اگر ما یکم عمیق‌تر بشیم در مورد این مسائل، ببینیم که چقدر اینا همه به درد، همه این الگوریتم‌های ماشین لرنینگی که میبینید، اصلا همین هوش مصنوعی که الان داریم ازش استفاده میکنیم، میگیم به به چقدر خوبه، چقدر کار ما راحت کرده، آیا اگر مفهومی به اسم مشتق وجود نداشت میشد مثلا این هم؟ نه نمیشد. یعنی اگر مشتقی وجود نداشت، این هوش مصنوعی هم که الان در اختیار ماست وجود نداشت، و اون آدمی که میگه مشتق به کجای زندگی من کمک کرد، باید اینو بهش بگیم که خب اینجا به کمک شما اومده و شما داری از این استفاده میکنی. حالا اینو میخواستم بگم که ما ضرب بردارها رو وقتی در هم دیگه میکنیم، برای ما مفهوم داره در بحث ماشین لرنینگ. اصلا چرا داریم در مورد بردارها صحبت میکنیم؟ جلسه اول گفتم ما میتونیم همه فیچرهای خودمون رو به صورت یک بردار نمایش بدیم. یعنی اگر من یه دیتا ستی دارم که اینجا x1، که اینجا x2، اینجا یه سری عدد دارم دیگه برای این فیچرها، برای این هم یه سری عدد دارم، این خودش یه بردار ستونی میشه برای من، این خودش یه بردار ستونی برای من میشه. پس مفهوم ما برای ما بردارها، برای مایی که داریم ماشین لرنینگ کار میکنیم، بردار برای من فیچرهای من هستن که زیر همدیگه اومدم اینها رو نوشتم. و وقتی من میام دوتا بردار رو در هم ضرب میکنم، یعنی دارم دوتا فیچر رو در همدیگه ضرب میکنم. خب حالا وقتی اینا رو در هم ضرب میکنیم، میخوایم به چی برسیم؟ چه اطلاعاتی رو میتونه به ما بده؟ الان میخوایم در موردش صحبت بکنیم. خب حالا فرض بکنید که من فیچر A خودم رو و فیچر B خودم رو در هم ضرب کردم و به 0 رسیدم. یعنی این دوتا فیچرها که در هم ضرب شده 0. حالا یعنی چی این دوتا؟ ضرب برداری که همون ضرب فیچرهای ما باشه، میزان ارتباط بین بردارها یا ارتباط بین فیچرها رو برای ما مشخص میکنه. یعنی اگر من دوتا فیچر رو در هم ضرب برداری کردم و شد 0، یعنی این فیچرها با همدیگه هیچ رابطه خطی مستقیمی ندارن. ولی اگر من اینها رو ضرب هم کردم و شد 16، نشون دهنده ای که این فیچری که اینجا قرار گرفته و فیچر بعدی که در کنارش قرار گرفته، اینها با همدیگه ارتباط دارن، ارتباط مثبتی هم دارن، ارتباط خطی منظورمه. ارتباط خطی یعنی چی؟ یعنی یکی زیاد میشه اون یکی هم زیاد میشه. ارتباط خطی مثبت یعنی این. ارتباط ندارن و ارتباط صفر دارن به چه معنی هستش؟ یعنی وقتی یکی زیاد میشه اون یکی زیاد نمیشه، اصلا ربطی به همدیگه زیاد شدن اون به زیاد شدن اون یکی یا کم شدن اون یکی ارتباطی نداره. حالا از شما سوال میپرسم، اگر من دو تا فیچر رو در همدیگه ضرب کردم، ضرب برداری کردم و عددم مثلا در اومد منفی 20، این نشون دهنده چیه؟ این دو تا فیچر چه ارتباطی با هم دارن؟ مرسی. نشون دهنده ارتباط معکوسه. ارتباط معکوس یعنی چی؟ یعنی یکی از فیچرها که داره زیاد میشه، اون یکی فیچر داره کم میشه. این ارتباط رو با همدیگه دارن. این شکلی ما اینو میتونیم داشته باشیم. یه فرمولی هم ما برای ضرب برداری داریم اگر یادتون بیاد. این دوتا
ورتیکال اسلش به اینا میگن. این دوتا ورتیکال اسلشی که اینجا هست نماد اندازه است توی بحث ریاضی و ماشین لرنینگ. یه دونه نماد قدر مطلقه و دوتا هم نماد اندازه است. یعنی اندازه بردار اولی، اندازه بردار دومی در کوسینوس زاویه بینشون. اینم فرمول در واقع ضرب برداریه. یعنی چی؟ یه مثالی بزنیم براتون. فرض بکنید که من یه بردار این شکلی دارم و یه بردار این شکلی دارم. مثلا اندازه این فرض کنید 4، اندازه اینم 4. خب اینم که قاعدتا 90 درجه است و این یکی اندازش 4، این یکی هم اندازش 4، اینم که تتا مثلا 60 درجه است. یکی دیگه هم داشته باشیم، مثلا یکی اینه و اینم، این اندازه ها 4 ولی مثلا این 120 درجه است، این ور میشه 60 درجه. خب میشه من اگر بخوام از این فرمول این رو حساب بکنم، از این فرمول این رو حساب بکنم، میتونم این کار بکنم و الان این کار رو میکنم. قبلش من دارم از شما سوال میپرسم، این اگر که یه فیچر باشه و اینم یه فیچر دیگه باشه، به نظرتون این دوتا فیچر چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ یعنی اگر که این فیچر مثلا فرض کنید فیچر x1 همه بردارش رو کشیدم، اینم فیچر x2 که بردارش رو کشیدم، الان x1 و x2 چه ارتباطی با هم دارن با توجه به شکلی که دارید میبینید؟ میتونید تشخیص بدین؟ x1 و x2 مستقیم معکوس میشه در واقع. من فقط اولی رو دارم میگم، روی بقیه نمیگم، فقط این دوتا بردار فرض کنیم همینو داریم، این و این، متعامد نداشتیم، یا مستقیمه یا معکوسه یا ارتباطی با هم دیگه نداره. ارتباطی نداره. ارتباط ندارن یعنی چی؟ یعنی x1 که داره زیاد میشه، x2 زیاد نمیشه. از روش یک کاملا مشخصه دیگه. وقتی ارتباطی ندارن، من اگر این دوتا رو ضرب هم بکنم، مرسی، مستقل از هم، من اگر این دوتا رو ضرب برداری بکنم، جوابش چقدر خواهد شد؟ من اگر x1 و x2 رو ضرب در هم بکنم، جوابش میشه 0. دقیقا، چون ارتباطی با هم ندارن. حالا بیایم واقعا حساب بکنیم. اندازه اولی 4، اندازه اولی 4، اندازه دومی 4 و کوسینوس 90 درجه. کوسینوس 90 میتونه میشه 0 دیگه. در نتیجه اگر از این فرمول من بیام برم، این میشه چی؟ 0. حالا این یکی چه جوری میشه؟ این دوتا با هم دیگه چه ارتباطی دارن؟ x1 و x2 چه ارتباطی اینجا با هم دارن تو حالت دوم؟ مرسی، ارتباط مستقیم دارن. دقیقاً ارتباط مستقیم یعنی چی؟ یعنی x1 که داره زیاد میشه، x2 هم داره زیاد میشه. من کاملا دارم میبینم توی شکل که اینا با هم دیگه دارن زیاد میشن. بله، حالا من اگر بخوام اینو به دست بیارم چه جوری میشه؟ دوباره اندازه اولی، اندازه دومی در کوسینوس 60 درجه که میشه 1/2، چقدر میشه؟ میشه 8. یعنی جواب این در واقع 8 خواهد شد. مثبت 8 هم هست دیگه، یعنی ارتباط مستقیم داره. این یکی آخری هم که خب مشخصه دیگه، این داره به این سمت میره، این به اون سمت میره، یعنی یکی که داره زیاد میشه، اون یکی داره اون سمتی میره، داره کم میشه در واقع. حالا اگر من این رو حساب بکنم، اینم همینه، دوباره 4 ضرب در 4، کوسینوس 120 درجه میشه منهای 1/2 که میشه منهای 8. یعنی اینها با هم دیگه چی دارن؟ ارتباط دارن، ارتباط مستقیم هم دارن، منتها ارتباطشون معکوس هستش. یکی که داره زیاد میشه، اون یکی داره چی میشه؟ کم میشه. اینو توی شکل هم باز میتونیم ببینیم. یعنی یه مفهوم دیگه‌ای که ما واسه ضرب برداری داریم اینه که این اگر که بردار W باشه، این بردار اگر W باشه، این بردار V باشه، اگر من این دوتا رو ضرب هم بخوام بکنم، ضرب برداری بکنم، مثل این میمونه که این W رو، اندازه W رو ضرب در تصویر این بکنم. تصویر V روی W میشه A دیگه، درسته؟ حالا مثلا اگر W این باشه، خب این V باشه، با استفاده از این کانسپت اگر بخوام برم اندازه W مثلا فرض کنید 4، خب اینو ضرب در تصویر V روی W، چه یه نقطه است که تصویر صفر هیچ اندازه ای نداره، بنابراین اینو میشه چی؟ صفر. یعنی از هر مسیری دارم حرکت میکنم، میبینم که اینها چی هن؟ اینها با هم دیگه
میتونم بفهمم دو تا فیچر یا دو تا بردار آیا با همدیگه ارتباطی دارن، ارتباط مستقیمی دارن، ارتباط مستقیم مثبت دارن، ارتباط مستقیم منفی دارن یا نه مثلا هیچ ارتباطی با همدیگه ندارن. حالا یه سوال دیگه اینجا مطرح میشه، اگر مثلا این بردار من باشه، این بردار X1 من باشه یا فیچر X1 من باشه، این فیچر مثلا X2 من باشه و این X1 باشه و این X2 باشه، از این چه نتیجه ای داریم میگیریم؟ الان ارتباط بین X1 و X2 قوی تره، یعنی ارتباط خطی تری دارن یا نه X1 و ببخشید هر جفتی X1 و X2، یعنی در حالت اول یا در حالت دوم؟ بله در حالت اول کاملا مشخصه. چرا حالت اول رو دارید انتخاب میکنین؟ چون که تصویر این روی این بزرگتره. الان تصویر میکنید این رو روی این و میبینید خب تصویرش خیلی کوچیکه، ولی وقتی این رو روی این تصویر میکنید میبینید تصویرش خیلی بزرگه، در نتیجه این ارتباط در واقع بیشتری میتونه با هم داشته باشه. خب این ارتباط داشتن فیچرها رو با هم دیگه اصطلاحی وجود داره به اسم کووریانس. کووریانس همون تو فارسی خب بهش میگن کووریانس. یعنی اگر من بخوام دوتا فیچر رو با همدیگه ارتباطش رو بفهمم از مفهومی به اسم کووریانس استفاده میکنم، یعنی همین چیزی که اینجا هستش. خب حالا موضوع این هستش که من اگر اومدم دوتا بردار رو در همدیگه ضرب کردم، مثلا عدد فرض کنید 20 رو به من داد، خب عدد 20 رو به من داد، دوتا بردار در هم ضرب شد یا دوتا فیچر در هم ضرب شده، عدد شده عدد 20. خب این الان شما دارید میگید که این ارتباطش زیاده یا کمه. مثلا چیزی دیگه اینجا چیزی به صورت بصری وجود نداره من بتونم ببینم، فقط دوتا برداره که ان بعدی هم هست دیگه، سه بعد هم بیشتر شده، مثلا 10 بعدیه، این یکی هم 10 بعدیه، تعداد سمپلامون زیاده دیگه، در هم ضرب کردیم عدد 20 در اومده، شده مثبت 20. شما میگید که این ارتباط بین این دوتا بردار الان زیاده یا خیلی زیاده یا نه کمه، ولی ارتباطی دارن به هر حال با هم دیگه، یا نمیتونیم بگیم محمد زیاده میگه بقیه، بستگی به طول بردار ها نده، میتونه نظر بقیه رو میخوام بشنویم. عدد 20 عدد زیادیه، یعنی به دست اومده دو تا بردار رو در هم ضرب کردم شده مثبت 20، زیاده یا کمه یا نمیدونم، نمیتونیم اصلا بگیم، نمیتونیم بگیم. خوبه نظرتون رو بگید، حالا یا درسته یا درست نیست، مشخص نیست، به یه معیار نیاز داره. مرسی. آره منطقا در واقع چیزی که دارید میگید درسته دیگه، یعنی ما وقتی که میام کووریانس بین دوتا بردار رو در نظر میگیریم و محاسبه میکنیم میتونیم بگیم که اینا با همدیگه ارتباط دارن، ولی اینکه چقدر اینا با همدیگه ارتباط دارن رو نمیتونیم بگیم. برای اینکه اینا بفهمیم اینا چقدر با همدیگه ارتباط دارن، یه مفهوم دیگه‌ای در واقع مطرح میشه که ما پایین‌تر در موردش صحبت میکنیم به اسم کوریلیشن. یعنی شما با ضرب کردن برداری اینا با هم دیگه کووریانس اینها رو میتونید به دست بیارید، میتونید بفهمید با هم دیگه ارتباطشون چه شکلیه، ولی میزان این ارتباط رو نمیتونید بفهمید که این ارتباط قویه ضعیفه یا هر چیزی. ولی یه مفهوم دیگه ای در واقع تعریف میکنیم که از دل همین کووریانس میاد، یعنی چیز جدایی نیست، از دل همون میاد به اسم کوریلیشن، که این کوریلیشن علاوه بر این که به شما میگه اینا با هم دیگه ارتباط دارن یا ندارن، میزان ارتباط رو هم به شما خواهد گفت، یعنی میتونیم بفهمیم یه عددی به شما خواهد داد که میتونید بفهمید که زیاده یا کم. خب حالا قبل از اون من برای اینکه بتونم این ضرب برداری رو حساب بکنم دوباره دست به دامان کتابخونه نامپای میشم، گفتیم محاسبات ریاضیمون رو اینجا میتونیم داشته باشیم. این بردار اولیه است که من تعریف کردم به صورت یه آرایه، دومی رو هم تعریف کردم به صورت یه آرایه و میام از mp.inner استفاده میکنم. inner یعنی ضرب داخلی، ضرب داخلی آبی رو برای من به دست بیار، ضرب داخلی شده 0،
همین جوری که شد صفر، من دیگه خودم دستی حساب نکردم، فقط نوشتم اینجا شد صفر. من فهمیدم که این دوتا با همدیگه هیچ ارتباطی ندارن، یعنی اگر بخوام بردارش رو رسم بکنم بر هم متعامدن و ارتباطی بینشون وجود نداره. حالا اینر این دوتا رو حساب میکنم، سی و دی، دوتا بردار دیگه تعریف کردم و میام اینر اینا رو حساب میکنم یا ضرب داخلیشون حساب کنم، شده 76. پس همین کوواریانس بین اینها رو دارم حساب میکنم که میشه اندازش 76. خب چی میفهمم ازش؟ میفهمم که این دوتا فیچر یا این دوتا بردار با همدیگه رابطه خطی مستقیم دارن، ولی چقدر رابطه خطیشون مستقیم قویه، چقدر استرانگه به قول در واقع بحث ماشین لرنینگی، یا چقدر ویک هستش. میبینیم که نمیدونم، نمیتونم بگم که این الان واقعا قویه یا ضعیفه یا متوسط. خب اینجا x1 x1 این هم باید بکنیم x2. خب اینو نگاه کنید بچه ها، من الان دوتا فیچر رو اومدم اینجا نوشتم. خب همینطور که دارید میبینید الان اگر که من بیام از این دوتا فیچرهای خودم x1 و x2 اگر بیام یک ضرب داخلی بگیرم چه عددی میرسم؟ اگر ضرب داخلی ازش بگیرم، نمیخوام عددشو بگیدم، خب میگم که چجوری میشه؟ به یه عددی میرسم، درسته؟ عدد مثبت منفی صفر، کوچیکتر از صفر واقعا یا بزرگتر از صفر، مقدار داره و مثبت. بله، چرا مقدار داره و مثبته؟ به خاطر اینه که شما دارید میبینید دیگه، x1 که داره زیاد میشه، x2 هم به همون نسبت داره زیاد میشه دیگه. الان x1 مثلا وقتی 2.5، x2 یه چیزیه، وقتی میشه 10، x2 هم به همون نسبت داره زیاد میشه. دقیقاً ارتباط خطی بینشون وجود داره، ارتباط مستقیم خطی بینشون وجود داره. خب الان من اینو راه میگیرم، بکنین 1235 کوواریانسی که اینجا به دست آوردم 1235، ارتباط خطیشون 1235. خب این نمیدونم زیاده یا کمه، از رو شکل مشخص خیلی زیاده، ولی من همیشه شانس اینو ندارم که اینو بتونم ببینم، چون انبعودی هن چیزایی که دارم باشون کار میکنم، پس من نمیتونم بفهمم که این 1235 چیز زیادی هست یا چیز زیادی نیستش. خب حالا قبل از این که اصلا بخوایم در مورد بحث کوریلیشن صحبت بکنیم و اونو داشته باشیم، من میخوام یه دیتا ستی وارد بکنم. ما دیروز دیدیم که تو خود سایکیدلرن یه سری دیتا ست وجود داره که خودمون اومدیم مثلا میک ریگرژن رو وارد کردیم، یه دیتا ست فیکی ساختیم که بتونیم باش تمرین بکنیم. علاوه بر اون نوع دیتا ست ها یه سری دیتا ست های واقعی هم وجود داره. چجوری اونا رو باید واردش بکنیم؟ میگیم from scikit-learn.dataset import کن اون دیتا ستی که میخواد. یه دیتا ستی که خیلی توی بحث ماشین لرنینگ معروفه به اسم آیریسه، که دیتا ست آیریسه، که یه نفری که اصلا قبل از اینکه بحث ماشین لرنینگ و این چیزا وجود داشته باشه سعی کرده بود که یه سری گور رو بیاد با هم دیگه طبقه بندی بکنه. یه نگاهی با هم بندازیم بهش اینجا، من یه دونه باز بکنم. اینه، این خوبه. چه رفتیشو دوباره. خب میبینیم دیگه اینو، اومده این دیتا ست رو جمع آوری کرده، خیلی دیتا ست باحالی هم هستش، که اومده سه تا گور رو که اسمش ستوسا، ورسیکالر و ورجنیکا هستش، بگم گل زنبق بشه اگه اشتباه نکنم، نمیدونم دقیقش، اومده اینا رو چیکار کرده؟ مقایسه کرده، یه دیتا ست جمع کرده، اومده طول گلبرگ
این سپال و طول کاسبرگ رو اندازه‌گیری کرده، طول و عرضشون رو، و برای اینم این کارو کرده، برای اینم این کارو کرده، و اینا رو اومده کلاس بندی کرده، یعنی طبقه بندی کرده، اینا رو گذاشته توی ستوسا، اینو گذاشته ورسیکالر و اینم گذاشته ورجینیکا، که اومده یه دیتا ست این شکلی. اینجا هم میتونم ببینمش. ناکنید اینجا ناکن توی فیچر اولش چیه؟ سپال لنس رو اومده چیز کرده، توی دومی طول و عرض گلبرگ و کاسبرگ رو اومده چیز کرده و محاسبه کرده، که میشه 4 تا فیچری که داره، و در نهایت اومده گفته که این گونهش چیه، یعنی بحث کلاس بندی هستش. ولی ما میخوام از این استفاده بکنم، الان این بحثم رو ببرم جلو، میخوام ببینم که آیا این فیچری که اینجا هستش، مثلا سپال لنس، آیا ارتباطی با این سپال ویث داره یا نه، یعنی عرض و طول اینا با هم دیگه، عرض و طول کاسبرگ آیا با هم دیگه ارتباط دارن یا ندارن، عرض و طول گلبرگ آیا با همدیگه ارتباط دارن یا ندارن. منطقا باید ارتباط داشته باشن دیگه، قبول دارید که اینا باید منطقا یه ارتباطی با همدیگه داشته باشن. حالا بریم ببینیم که واقعا این ارتباط وجود داره یا نه. خب حالا برای اینکه این دیتا ست رو پس وارد بکنم، پس from cycle.dataset بخوام دیتا ست وارد کنم، قاعدتا باید برم سراغ قسمت دیتا ست و این load iris رو بیارم. حالا اگر خودتون بخواید تمرین بکنید، این فایل هم حتما امروز براتون میفرستم آخرش، خودتون بخواید تمرین بکنید، وقتی می‌نویسید ایمپورت تب رو بزنید و ببینید که گزینه‌های دیگه‌ای هم وجود داره برای دیتا ست که شما بتونید وارد بکنید و باهاش کار بکنید. خب حالا برای اینکه اینو من وارد کردم، دقیقاً مثل کارهایی که تا الان انجام دادیم، یه آبجکت باید ازش بسازم وقتی که واردش کردم، لود آیریس یه آبجکت ازش می‌سازم، و حالا دیگه من می‌تونم به اون متدهایی که در درون این وجود داره با این آبجکت دسترسی داشته باشم. بکنید من میخوام ببینم که چه دیتاهایی درونش وجود داره. می نویسم iris.data. الان اگر که من بیام این رو ران بگیرم، ببینید این همون جدولی هستش که با هم دیدیم، این فیچر اوله، فیچر دومه، فیچر سوم و فیچر چهارم، این دیتاهایی بود که جمع‌آوری کرده، که میبینید که اینجا زیر همدیگه نوشته. حالا به صورت جدول الان اینجا نیستش، جدولم میبینیمش. و بعد میخوام ببینم که فیچر نیماش چیه. 4 تا بود دیگه، یکی سپال لنس بود، سپال ویز و این 4 تایی که هستش. میخوام ببینم که تارگت نیممون چیه. ستوسا بود، ورسیکالر بود و ورجینیکا بود، یعنی اسم اون 4 تا دستبندی که داشت. این دیسکرایب هم دیگه نمیزنم، و اگر بنویسید مثلا iris.describe، یه شرح مختصری از این دیتا ست رو برای شما میاره که توضیحات دیگه، یا در واقع یه صفحه‌ای برای شما توضیح میده در مورد این چیز. خب حالا من اینو میخوام به صورت یه دونه دیتا فریم نمایشش بدم. چجوری این کار رو انجام میدادیم؟ از کتابخونه پانداس دیتا فریم رو میآوردیم، قسمت اول اون دیتا هایی که میخواستیم به صورت دیتا فریم نمایشش بدیم رو میذاشتیم، و تو قسمت دوم هم که باید اسم کالمه رو میذاشتم. شما هم اگر خواستید هر نوع دیگه ای رو وارد بکنید، همین ساختار رو رعایت میکنید، یعنی این قسمت باید همین iris.dataset، مثلا اگر dataset مثلا واین رو برداشتید آوردید، dataset یا dataset داره مثلا کیفیت شرابه، اونو برداشتید آوردید میشه wine مثلا .data، و اونجا میشه wine.featuredname، فرقی نمیکنه، فقط اسمش رو عوض میکنید. حالا چند تای اولش رو با هم دیگه ببینیم. خب اینو به صورت جدول الان میتونیم ببینیم، یعنی همون دیتایی که ما اونجا دیدیم رو الان به صورت جدول میتونیم ببینیمش. این 4 تا چیزی که داره دیگه، من تارگتش رو اینجا نشون ندادم چون تارگتش بحث کلاس بندی من کاری ندارم. من الان میخوام ببینم که آیا بین این دوتا ارتباط وجود داره یا نه، آیا بین این یکی و این یکی ارتباط داره، بین هر دوتایی که دوست داشته باشم میتونم ببینم ارتباط وجود داره یا نداره. خب برای این کار، برای اینکه من بتونم از یه دونه دیتا فریم، برای اینکه ما بتونیم چند تا تارگت داشته باشیم، بله میتونیم چند تا تارگت داشته باشیم، ولی توی محاسبه‌ای که انجام میدیم باید دونه دونه تارگت ها رو بیاریم، یعنی همه فیچرها با تارگت اول، همه فیچرها با تارگت دوم، همه فیچرها با تارگت سوم، مثلا شما 3 تا دارید، یعنی دونه دونه باید تارگت ها رو این شکلی محاسبه بکنیم. برای اینکه بتونیم چند تا تارگت چیز داشته باشیم، یه در واقع یه کارایی میشه کرد، ولی با این الگوریتمی که ما داریم کار می‌کنیم دونه دونه است. خب حالا من اینجا xf رو میخوام بیارم بیرون. xf گفتیم چجوریه؟ میگیم از دیتا فریمی که داریم، از دیتا فریمی که داریم کدوم ستون رو میخوام؟ سپال لنس رو میخوام. بعد اینو دقیقا بنویسم دیگه، به صورت string دقیقا باید بنویسم. حتی اگر مثلا من اینجا این فاصله رو رعایت نکنم چیز میشه، غلط میشه، حتما باید همین چیزی که اینجا هستش. و برای x1 هم این ستون رو میخوام بیارم، سپال with، یعنی دقیقا این دوتا رو من آماده میکنم.
حالا چجوری میتونم بفهمم که آیا اینا با هم دیگه ارتباط دارن یا ندارن؟ اینا رو ضرب داخلی بکنم. یاد گرفتیم دیگه np.inner چی رو x0 و x1 رو با هم ضرب داخلی بکن. حالا اگر که من اینو رام بگیرم میگه 2673 خورده ای، یعنی یه عدد مثبت به دست اومده. من میفهمم که این دوتا با هم دیگه ارتباط و کوواریانس قوی دارن. نه ببخشید نمیدونم قوی دارن، ببخشید میدونم که ارتباط دارن، ولی اینکه قویه یا نه نمیدونم. اینکه گفتم قوی دارن به خاطر اینکه من میدونم اینا قوی دارن توی ذهنم، وگرنه با این عدده من نمیتونم که بفهمم که اینا یه ارتباط قوی بینشون وجود داره. فقط میدونم یه عددیه دیگه، مثبته و اینا رابطه خطی بینشون وجود داره. هر وقتی هم صحبت از ارتباط میکنم منظورم ارتباط خطی ها، دقت بکنی. ارتباط غیر خطی و من اطلاعی اصلا در موردش ندارم، ارتباط خطی من منظورم. خب حالا چی کار بکنیم که بتونیم اون عدده رو به دست بیاریم؟ قبول دارید من اگر بردارهامو، طول بردارهامو نرمالایز بکنم، نرمالایز یعنی بین 0 و 1 قرارش بدم، طول بردارها رو اگر اینها رو بتونم بین 0 و 1 قرار بدم و بعد اینها رو بیام ضرب داخلی با هم دیگه انجام بدم، اون موقع عددی که برای من به دست میاد دیگه این عدده نیست، یه عددیه بین 0 و 1، ببخشید بین منفی 1 و 1 عددی به دست میاد بین منفی 1 و 1. اگر بردارهامو چیکار بکنم؟ نرمالایزشون بکنم. اون موقع اگر عددم شد 1 میگم اینا کاملا خطی هستند، 100% ارتباط خطی دارن. اگر شد 0 میگم که اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن. اگر شد منفی 1 میگم ارتباط خطی منفی دارن. اگر شد 18 چی؟ اون موقع دیگه یک معیار دارن، میگم به 1 نزدیکه و در نتیجه ارتباط خطی قوی دارن، استرانگن. دیگه یه دونه عدد بدون مبنا نیستش و شما اینجا میتونید که در واقع اون معیاری که مد نظرتون هست رو به دست بیارید. خب من اینا نرمالایز کردم، طول بردار رو نرمالایز کردم که نیاز نیست شما بدونید چون اینا رو دستی انجام نمیدیم. الان پایین‌تر بهتون میگم چیکار. من طول اینا رو نرمالایز کردم و حالا ضرب داخلی بینشون انجام میدم. شده چقدر؟ ارتباط این دوتایی که من دیدم شده 97%. یعنی چی 97%؟ یعنی که اینا خیلی 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 ارتباط و کوواریانس قوی دارن. اینجا که نرمالایز شده دیگه به جای کوواریانس از همون اصطلاح کوریلیشن استفاده میکنیم. پس کوواریانس همون کوریلیشنی که طول بردارها یا طول اون فیچرهای ما نرمالایز شدن و این شکلی من به عدد 97 خورده 98% رسیدم. ببین اینا خیلی با هم دیگه ارتباط قوی دارن. خب بقیه رو میتونم با هم دیگه بفهمم؟ از 0 حساب میکنیم دیگه، 18 یعنی خیلی قویه دیگه، نزدیک 1. 0 یعنی ارتباطی نداره. منفی 18 بشه چی؟ یعنی قویه یا قوی نیست؟ منفی 18، منفی 19 مثلا قویه یا قوی نیست؟ قویه، خیلی قویه دیگه، فقط به صورت چی؟ منفی داره این اتفاق میفته، این معیار ما هست. خب حالا اینجا من میتونم هر دوتای دیگه اینا رو هم متوجه بشم. مثلا بیام ببینم که آیا مثلا خیلی هم واضح بود دیگه، مثلا طول یه چیزی وقتی زیاد میشه قاعدتا باید عرضش هم زیاد بشه توی گل دیگه. اگر این اتفاق نیفته توی بحث رشد مثلا یه چیز احتمال داره مثلا درازی بشه. خب احتمال داره مثلا تو بعضی گونه ها این شکلی باشه، ولی این گلایی که ما اینجا دیدیم این شکلی نبود. وقتی که مثلا طول گل زیاد بشه غالبا ارزش هم داره زیاد میشه دیگه. حالا بین این دوتا چی؟ مثلا بین کاسبرگ و گلبرگ هم میتونم مثلا ارتباطش رو بفهمم؟ بله، بین هر دوتایی که خواستم میتونم این کارو انجام بدم. الان من اومدم اینجا مثلا x0 هم گفتم همون بین این فیچر اول، بین این سپال لنس و پتال لنس، سپال و پتال، یعنی بین کاسبرگ و گلبرگ دارم چیز میکنم. طول این دوتا رو میخوام ببینم آیا با همدیگه ارتباط دارن یا ندارن توی این دیتا ستی که من جمع کردم. اندازش رو نرمالایز کردم و بعد ضرب داخلی کردم، شده 80%. میبینم بله دارن. باز بین دوتا فیچر دیگه اومدم این کار کردم، شده 87%. میبینم اینها هم با همدیگه ارتباط دارن. حالا یه سوالی از شما بپرسم، وقتی که من میام اینجا به یه همچین عددی میرسم، به یه همچین کوریلیشنی میرسم، به نظرتون یه همچین دیتا ستی مناسب این هستش که من لینیر ریگرژن روش اجرا بکنم یا نه وقتی اینقدر قویه؟ خب
خوبه براش. مرسی. دقیقا یکی از معیارهایی که نه همیشه و نه این که بگم که 100% این شکلی هستش، ولی یکی از معیارهایی که میتونه به من کمک بکنه اینجا که من بفهمم که آیا مثلا لینیر ریگرژن روی این کار جواب میده یا نه، همینه که من بیام کوریلیشن بین این فیچرها رو به دست بیارم. مثلا میبینم بین 4-5 تا از فیچرها کوریلیشن خیلی قوی وجود داره، احتمال خیلی زیاد لینیر ریگرژن جوابگو اینجا و من میتونم از لینیر ریگرژن استفاده بکنم. یه سوال دیگه از شما بپرسم و اونم اینه که من اگر اومدم ضرب داخلی دوتا رو حساب کردم و کوریلیشن شد 100%، چه نتیجه ای میگیرم؟ بله، برای ریگرسیون هر چقدر داده ها کوریلیشن یا در واقع کوریلیشن بهتره بگیم، کوریلیشن بیشتری داشته باشن بهتر. خوب نیست به نظرم. یکی خوب نیست که حالا خوبی و بدی نسبیه کلن در دنیا، ولی یه در واقع میخوام نتیجه گیری بکنیم ازش. یکی ضرب دیگری شده. آها توی راستا هستم. مرسی، درسته. خب ما اینو در موردش صحبت کرده بودیم. الان چیزی که در واقع شیوا میگه خوب نیست، قبلا در مورد این یه صحبتی کرده بودم، این بحث خوب نبودن. صد درصد که داده ها یکسان میشن یا ضریبی از هم دقیقاً. مثالی یادتون هست که زدم توی خونه، گفتم که چجوری میشه که اینا با هم دیگه ارتباط داشته باشن. آره مرسی، دقیقا فوت و متر مثلا آمدم گفتم. دقیقا مثلا نگاه کنید، این بردار بوده و اینم یه بردار دیگه است و گفتیم اینا وقتی هم راستا میشن، دقیقا همینه که ضرب داخلی اینها همین چیزی هستش که میشه یک، یعنی ضرب داخلی طول نرمالایز شده شون میشه یک یا کوریلیشنشون میشه یک. و گفتیم یکی از اینا رو باید حذف بکنیم توی کار خودمون. هر کاری قرار باشه این بکنه، هر تأثیری بخواد این فیچر داشته باشه، این فیچر هم همون تأثیر رو خواهد داشت. و بله اینو بهتره که حذف بکنیم، به قول شما خوب نیست. خب بریم سراغ این کوریلیشنه، همون توضیحی که دادم و گفتیم اگر اونو نرمالایز بکنیم کوریلیشن چیز داره. الان نگاه کنید، من یه سری دیتا ست دارم اینجا، یه سری دیتا ست این شکلی، میتونیم اینجا با هم دیگه بررسیش بکنیم. نگاه کن توی خط اول این دیتا ست کوریلیشن یک داره. یعنی چی؟ یعنی 100% اینا با هم دیگه وابستن. یعنی اگر من اینو دو تا فیچر در نظر بگیرم، فیچر افقی و فیچر عمودی رو رسمش کردم، میبینم اینا کاملا خطی هن. اصلا در عالم واقعیت خیلی اتفاق نمیفته که کل دیتا ست این حالت رو داشته باشه. امکان داره دو تا از فیچرها، گفتم به همین دلیلی که ما اشتباه کردیم، یه بار به فوت نوشتیم یه بار متر نوشتیم، یا مثلا یه سری دیتا ست داریم، حالا استثنا شاید اینجوری باشه دیگه، رفتیم خونه رو اندازه‌گیری کردیم، همه خونه‌ها اینجوریه که مثلا طولشون دو برابر عرضشونه، مثل خونه‌های مثلا چیز مسکن مهر مثلا دیدی دیگه میسازن، همه استاندارد دارن دیگه. وقتی مثلا میای خونه ها رو بررسی میکنی، خب این طول همیشه یه ضریبی از اون عرضه و برای بغلی هم همینه، برای بغلی هم همینه. خب دیگه اینجا نیازی نیست که من بیام هم طول اندازه‌گیری بگیرم هم عرضو، یه دونه طول اندازه‌گیری کنم. این 0.8، 0.14، 0.0 میبینید حالت دیتا ست رو. فرض کنید من دو تا فیچر دارم و اینو دارم نمایشش میدم، وقتی میشه 0 میگم، وقتی این داره زیاد میشه دیگه هیچ ارتباطی نداره به اینکه اینم داره زیاد میشه. ولی اینجا نگاه کنید، وقتی که این داره زیاد میشه، افقیه داره زیاد میشه، عمودی هم داره زیاد میشه، داره به یک نسبتی داره زیاد میشه. و وقتی که میرسم اینجا منفی میشه، نگاه کنید وقتی این داره زیاد میشه اون یکی فیچره داره کم میشه و این شکلی. اینا هم باز همین هستن. و اینجا رو دقت بکنید بچه‌ها، اینجا وقتی شده یک، اینم شده یک، اینم شده یک، اینم این میشه صفر، این میشه منفی یک، منفی یک یا منفی. چرا این یکه، اینم یکه، این یکه و اینم یکه؟ نباید اون مثلا کمتر باشه، دومیه نباید کمتر باشه؟ نه همین دو بودن. یعنی درسته همین یکی که هست، درسته؟
مرسی. عجیبه؟ چرا عجیبه؟ نه اصلا عجیب نیست. ما وقتی کوریلیشن رو داریم به دست میاریم، داریم ارتباط بین دوتا فیچر رو به دست میاریم. خب ارتباط بین دوتا که فرقی نکرد، این که داره زیاد میشه به همون نسبت داره اونم زیاد میشه، این که داره زیاد میشه به همون نسبت اینم داره چیه؟ زیاد میشه. نسبتاشون نسبت این دوتا ثابت میمونه. نکنید مثلا این دوه، این چهاره، خب این میشه چهار، این ضرب در دو میشه، میشه هشت، این مثلا میشه مثلا 6، این میشه 12. خب این نسبت چی داره؟ نسبت 2 داره، درسته؟ یعنی به یه نسبت داره این اتفاق میفته. حالا مثلا برای این یکی نگاه کنید، این مثلا 2، این 4، این 6، این شکلیه که این ضرب در 3 مثلا میشه، این میشه 6، این میشه 12، این میشه 18. خب این الان کوریلیشنش رو اگر حساب بکنیم مگه یک نیست؟ اینم کوریلیشنش حساب کنیم یکه. ولی اگر بخوایم نمودارش رو نشون بدیم، نمودارش رو اگر بخوایم نشون بدیم که اینا شیبشون یکی نیست با هم دیگه. پس نگاه بکنید، ما وقتی میایم کوریلیشن حساب میکنیم، کوریلیشن ارتباط بین این دوتا رو نگاه میکنیم که وقتی این داره زیاد میشه اینم به همون نسبت داره زیاد میشه. ولی اینکه چقدر داره زیاد میشه رو که این نمودار یا این کوریلیشن به ما نشون نمیده. میگه این دوتا با هم رابطه خطی دارن، رابطه مثلا استرانگ خطی دارن، رابطه خطی دارن ولی ضعیفه. خب پس این همه درسته و این چیزی که اینجا هستش یکه، اینم باید یک باشه، این یک و اینم منفی. ولی بالا رو نگاه بکن، این پراکندگیه باعث شده که وقتی این داره زیاد میشه این به همون نسبت دیگه زیاد نشه. بله داره زیاد میشه به حالت کلی ولی اونقدر قوی نباشه، چون نرمالایز کردیم عدده اینجاست دیگه، نرمالایز واسه این عدده است، یعنی ربطی به این نداره در واقع که این ضرب در 2 شده ضرب در 3. یعنی ضرب در 10 هم اگر میشد بازم کوریلیشنش چیه؟ یک هستش، ولی شیبش اینا که با هم دیگه فرقی نمیکنه. خب ولی مثلا این سومی رو نگاه بکنید، این دیتا ست رو میبینید یه همچین دیتا ستی داریم. اصلا این شکلی نیست که وقتی در این راستای x داره زیاد میشه در راستای y هم داره زیاد میشه. اینجا یه جا داره زیاد میشه اون کم میشه، این داره زیاد میشه اون زیاد میشه، این داره زیاد میشه این داره کم میشه و اصلا ارتباطی بینشون وجود نداره. همونطور که داریم کوریلیشن صفر داره. خب و اینجا هم داریم میبینیم، ناکنید این الان پوزیتیو کوریلیشن، نگاتیو کوریلیشن، یه چیزی بین منفی 1 و 0، 0 تقریبا، و یه چیزی بین 0 و 1 که دیگه فکر می‌کنم همین چیزشو گفتیم. خب حالا من اگر بخوام کوریلیشن به دست بیارم نمیام ضرب داخلی بکنم. این ضرب داخلی برای اینکه ما درکش بکنیم واقعا، یعنی یه راست نریم بگیم که این کوریلیشن اینه. خب این برای محاسباتی که ما می‌خوایم توی ماشین لرنینگ انجام بدیم کتابخونه داریم، اصلا خود همین پانداس یه متد داره کوریلیشن همه رو با هم دیگه حساب میکنه، یعنی اصلا تو نیاز نیست بیا اینا رو ضرب برداری با هم دیگه بکنی. ولی وقتی که بدونیم چه اتفاقی داره میفته خیلی درک بهتری ازش داریم. من یه دیتا ست کانکریت که با هم یعنی با هم کار کردیم و آشنا هستید بهش رو من اینجا میارم، اینو من میذارم. خب این دیتا ست رو من ورش نوارم، من میخوام ببینم که مثلا x1 با x2 چه رابطه ای داره، کوریلیشنش چقدره، x2 با x3 چجوریه، x1 با x4 چجوریه، x1 با x5، x6، همه رو با هم دیگه. خب خیلی سخته من دونه دونه بیام اینا رو جدا بکنم، بعد بیام ضرب برداری بکنم، جدا بکنم ضرب برداری بکنم، بعد نرمالایزش بکنم، بعد تازه ضرب برداری بکنم. یکم کار چیه؟ سختیه. به جاش یه متد خیلی 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 خوب داریم، اسم این دیتا فریم تو می‌نویسی، این چیزی که وارد کردیم، و از متد دات کور استفاده میکنیم، ارتباط بین همه رو به شما میده، توی جدول میده. الان داره میگه مثلا x1 با x3، یعنی هر چیزی با خودش قاعدتا کوریلیشن یک داره، x1 با x2 نگاه کنید همچین کوریلیشنی داره منفی، x1 با x3 همچین کوریلیشنی داره با این یکی، هر کدوم رو بخوای رو باید حساب کرده، با تارگتت هم حساب کرده آیا با تارگت ارتباط داری یا نه. ولی بازم اینو یکم بهترش بکنیم، این چیزی که الان اینجا من دارم میبینم یه جدوله که یکم سخته باش مثلا در واقع ازش دیتا بکشم بیرون، سخت نیست قشنگم نیست در واقع.
به جاش من میتونم چیکار بکنم؟ از یک کتابخونه استفاده بکنم. این کتابخونه سیبورن مثل کتابخونه متپلاتلیبه. متپلاتلیب برای ویژوالایز کردن بود، کتابخونه سیبورن هم برای ویژوالایز کردنه. این جدول قشنگتر به شما نشون میده، یه جورایی اضافه شده و بعد از متپلاتلیب کار حرفه‌ای تر برای ویژوالایز کردن میکنه. من کتابخونه شو وارد میکنم به عنوان چی؟ سیبورن. بچه اگر این کتابخونه رو ندارید و میخواهید نصب بکنید، هر فضایی که دارید کار میکنید، تو هر ادیتوری که دارید کار میکنید، چیز خودشو داره، یعنی حالت خودشو داره برای اینکه یه چیز رو نصب بکنید. که حالا بهتره که حالا یا از من بپرسید یا چت جی پی تی اینم کمک میکنه که چجوری مثلا تو این فضا. ولی توی جوپیتر نوتبوک اگر خواستید یه چیزی رو اینستال بکنید، اینجوری باید بنویسید: pip install. و مثلا کتابخونه سیبورن رو ندارید، میخواید واردش بکنید، یعنی اینستالش بکنید، این شکلی اینو میزنید. اینو که بزنید، البته توی سلول جدا این کارو بکنید، pip install سیبورن. سیبورن اینستال میشه توی همین فضایی که دارید کار میکنید و دیگه میتونید ازش استفاده بکنید. پس اگر اول زدید سیبورن نیومد، خب اینستالش ندارید دیگه قاعدتا. و اینم بگم برای اینکه سیبورن رو بتونید استفاده بکنید، متپلاتلیب رو قبلا باید نصب کرده باشید، حتما باید متپلاتلیب هم باش. اینم کامنت میکنم که اگر خواستید بعداً یادتون نره. خب پس سیبورن رو وارد کردم، متپلاتلیب من وارد کردم. خب چه جوری میخوام اینو نشونش بدم؟ این جدول رو به صورت یک متدی داره SP، اینو به عنوان SP یا همون سیبورن، به اسم هیت مپ. هیت مپ رو که بزنم، نکنید گزینه هاش رو میگه چی رو میخوای به صورت هیت مپ نشونت بدم؟ میگم این جدوله که اسمش گذاشتم کوریلیشن وان، این جدول رو به صورت هیت مپ به من نشون بده. اینا همه اختیاریه که اینجا من گذاشتم، میذارم و بعد ببینیم با هم اونا رو هم توضیح میدم که چیکار میکنم. نکنید چقدر جدول قشنگیه. یه جدول این شکلی بر من میکشه که از کوریلیشن مختلف رو داره بر من مشخص میکنه. الان خیلی راحت تر میتونم پیدا کنم مثلا x4 و x6 کوریلیشن منفی 18 داره، مثلا x5 و x5 خب یکه دیگه، x5 و x4 مثلا یه کوریلیشن بوده 60% منفی داره، یعنی اینا یه رابطه یه عکسی با هم دیگه داره. خیلی هم منطقی هستش، مگه این جدول بتون نبود؟ یعنی در واقع دیتا سیت بتون هم نبود، خودمون هم میتونیم تحلیل بکنیم. بتون بود دیگه. آره بتون بود. بتون بچه توی بتون تا اونجا که حافظم بیاری بکنه شما چیز بکنه، x1 سمنت بود یا سیمان بود و y هم که مقاومت بود. خب الان شما میدونید دیگه مقاومت بتون، مقاومت بتون با میزان سیمان چه ارتباطی داره؟ مقاومت بتون و میزان سیمان زیاد بشه، مقاومت بتون چه اتفاقی برش میفته؟ زیاد میشه یا کم میشه؟ زیاد. یعنی الان باید کوریلیشن این چی باشه؟ سیمان رو زیاد بکنیم مقاومت، یه کوریلیشن مثبت باید، یعنی بین x1 و y باید یه کوریلیشن مثبتی وجود داشته باشه. میرم نگاه میکنم بین x1 و y 50% کوریلیشن وجود داره، نیمه، یعنی مثبته و کوریلیشن مثبتی وجود داره و این شکلی. آب هم فکر میکنم x5 بود اگر اشتباه نکنم. آب بذار یه بار دیگه اینجا بالا نگاه کنم داشتمش. آب حالا من تام پیداش میکنم، آب چه چیزی داره؟ نه فوق روان کن. آب x4. آب و مقاومت چه ارتباطی با هم دارن؟ کمتر میشه. بعد هر چقدر آب بیشتر باشه شلتر میشه دیگه اون بتون ما و کوریلیشن منفی باید داشته باشن. x4 و مقاومت بتون، میبینید یه کوریلیشن منفی اینجا وجود داره، خیلی کوریلیشن 20% دیگه، حالا خیلی قوی نیست ولی به حال 20% اینا ارتباط منفی دارن. و توی دونه دونه اینا رو میتونید تحلیل بکنید. من اصلا هیچ کار ماشین لرنینگ روش انجام ندادم، اومدم چیکار کردم؟ فقط اومدم کوریلیشن اینا رو حساب کردم و از خود کوریلیشن میتونم یه عالمه دیتا و اطلاعات بکشم بیرون، یه عالمه چیزای جدید میتونم از توش کشف بکنم و این خودش میتونه کمک بکنه. کار دیتا ساینتیست همینه دیگه، از این بین این ارتباط ها، در واقع بین دیتا هایی که وجود داره یه ارتباطی رو در واقع بیرون بکشه، تحلیل بکنه اون دیتا هایی که داره. شما حالا توی دیتا ست خودتون در نظر بگیرید، دیتا ست شهری، منظر، نمیدونم هر چیزی که دارید کار میکنید، میتونید دیتا ستتون رو این شکلی در واقع تحلیل بکنید.
دونه دونه هم بخوام بیرون بکشم کوریلیشن داد ایکس وان هم اگر بزنم میگه ایکس وان رو میاد برای همشون دونه دونه میگه که چه چیزی داره. روی دیتا ست انرژی هم با هم دیگه نگاه بکنیم. انرژی که اینجا داریم اینجا x1 و y1 همون دیتا ست انرژی که بالا با هم دیگه دیدیم، خب کوریلیشنش رو میخوام حساب کنیم. گفتیم چیکار میکنیم؟ اسم دیتا ست هم رو نوشتم و بعد میام مینویسم کور. اینو میاد برای من حساب میکنه. خیلی با این حال نمیکنم، بنابراین میام از هیت مپ استفاده میکنم. sp.heatmap و اینا داشتم توضیح میدم یادم رفت. کوریلیشن میگم اینو در واقع این چیزی که اینجا هست رو برای من نمایش بده، اسمش کوریلیشن 2، اینو میخوام نمایش بدم. یه وی مین داره و یه دونه وی ماکس داره، با هم دیگه ببینیم اینجا. اینه بچه ها وی مین، یعنی اونی که از همه کوریلیشن کمتری داره به صورت آبیه، که اینم خودش میتونه دیگه ناکا اینو من میبره اینجا x1 و x2 منفی 90 نزدیک 100% اینا با هم دیگه کوریلیشن دارن. اینجا هم من میتونم حذفش بکنم، یعنی یکی از x1 یا x2 رو میتونم حذف بکنم. حالا به جای حذف کردن کلا، حالا اینو دیگه میشه واقعا حذف کرد چون دیگه 100% اینا الان با هم کوریلیشن دارن، ولی معمولا به جای حذف کردن یه کار دیگه ای میکنم. ما یه الگوریتمی داریم آشنا باشه براتون به اسم PCA یا الگوریتم در واقع دیمنشنالیتی ریداکشن یا کاهش ابعاد، دیمنشنالیتی ریداکشن یا کاهش ابعاد. خب ما یه همچین الگوریتمی داریم که حذف نمیکنه. میاد چیکار میکنه؟ میاد همه رو میریزه تو همدیگه دیتا ها رو، یعنی یه دیتا ست جدیدی انگار برات درست میکنه، همه رو میریزه تو همدیگه و اینو کوچیکش میکنه. یه مثالی من همیشه سر کلاس میزنم، بچه ها میگن اوکی اینو دیگه گفتی متوجه شدی. الگوریتمش این شکلیه که ببینید شما مثلا به جای اینکه برید دو تا غذا بخورید، مثلا فرض بکنید یه دونه قیمه داریم یه دونه بادم جون، خب دو تا غذای دیگه، شما به جای اینکه برید این دو تا رو سفارش بدید میرید یه دونه قیمه بادم جون میگیرید، یه دونه قیمه بادم جون میگیرید، غذاتون شده یه دونه، خب ولی کمتر شده، حجمش کمتر شده، میبینید حجمش کمتر شده ولی خصوصیات هر جفتشون رو داره، یعنی هم خصوصیتی از قیمه داره هم خصوصیتی از بادم جون داره. این میشه در واقع دیمنشنالیتی ریداکشن یا کاهش ابعاد، که الگوریتم PCA که اولش گفتم یکی از الگوریتم های کاهش ابعاده. ما چند تا الگوریتم برای کاهش ابعاد داریم که در واقع معروف ترینش همون PCA. آره دیگه اینجا الان فقط به یکیشون ربط داره دیگه، x1 و x2، یعنی هر کاری که x1 میکنه x2 هم همون کار رو انجام میده، پس دیگه نیازی نیست که ما این رو بخوایم داشت. حالا میگم به جای این که من بخوام معمولا حذف بکنم اینجا میشه، ولی به جای این که حذف بکنم میام از PCA استفاده میکنم یا کاهش ابعاد میکنم، اینا رو کوچیکش میکنم این شکلی و یه دیتا ستیه که جدیده و خصوصیتی از همه فیچرها رو با هم دیگه داره که اونم به هر حال یه دونه الگوریتم. خب داشتم اینو توضیح میدادم که اینجا این کمترین رو در واقع گفتیم با آبی نشون بده و بیشترین هم با قرمز نمایش بده. من خودم تعیین کردم که کمترینش منفی 1 و بیشترینش 1 باشه و تو اینا رو بیا تو این تیفی که هستش نمایش بده که من راحت تر بتونم پیدا بکنم. مثلا این صفر میبینید اینجا این سفید شده، اینجا سریع میفهمم که اینا کوریلیشنی اینجا با همدیگه ندارم. این انوتیشنی که اینجا هست مساوی با ترو قرار دادم، یعنی همین عددا رو اینجا نمایش بده، این عددهایی که روش هست اگر اینو بردارم عددی دیگه روش نمایش داده نمیشه که خب به دردم نمیخوره. سی مپ هم رنگش یعنی استایل این رو مشخص میکنه. سی مپ های مختلفی میتونیم داشته باشیم، اگر یادم مثلا باشه بون یکیش بود. آره مثلا اینو میبینید اینو این شکلی نمایش میده، میتونیم سرچ بکنیم دیگه سی مپ مثلا متبل به اضافه متبلاد لیب، یا عالمه براتون از اینا میاره که استایل های مختلفی رو داره. دیگه چیز خاصی نداره. این لاین ویتی که اینجا هم وجود داره، این خط رو میبینید بین اینا گذاشتم، این همینه. اگر اینو بردارم این خط بینشون دیگه نیست، مثل این بالاییه، این بالاییه بینشون خطی وجود نداشت، ولی اینجا من یه دونه خط بینشون کشیدم. این لاین کالر هم مشکی کردم، گفتم مشکی بذار، مثلا بیا صورتیش کنیم. چرا صورتی نمیام ولی اینجا میبینی یه خط صورتیش. و آخر این چیزی هم که اینجا گذاشتم عدد اعشار بعدش رو نشون میده. من جدولمو که نگاه بکنم خیلی عدد اعشار داره، خراب میکنه جدولمو، نیازی ندارم. میگم تا دو رقم اعشار رو نمایش بده، میگه همه رو تا دو رقم اعشار نمایش داده. پس اگر خواستید این کارو بکنید که حتما حالا اون پروژه پایانی که میخواید انجام بدید این کارو بکنید،
از این حتما استفاده کنید، کوریلیشن توش وجود داشته باشه و از همینا هم که هست استفاده بکنید. دیگه نیاز نیست خودتون بنویسید، فقط اونجایی که نیازتون هست تغییرات رو توش اعمال بکنید. اینم از این. یه دیتا ست انرژی دیگه هم دارم، این رو هم با هم دیگه ببینیم. نکنه این یه دیتا ست انرژی دیگه است و اینم کوریلیشن رو دوباره همینجوری میتونیم بگیریم. این مثلا از یه سی مپ دیگه استفاده کردم، یه رنگای دیگه ای داره و این شکلی. توی خود همینم هم دوباره ناکاین ما میتونیم تحلیل بکنیم. الان این منفی 99 چیه که اینجا نوشته؟ دیتا ست انرژی برم بالا. کجا باید باشه؟ یکم بالاتر. آره، relative compactness و مساحت دیوار. یکم عجیبه این دوتا اینقدر با هم دیگه چیز داشته باشه. بکنم یه دیتای دیگه است. en.csv 98 x1 و x2 نه فکر کنم همون بود. این 99% با هم دیگه در واقع کوریلیشن، 99% منفی با هم دیگه کوریلیشن داشتن. این یکی هم همینجا دم دست است، همین هم میتونیم استفاده. این هم یه دیتا ست دیگه است که x1 و x2 اینا رو اینجا داریم. مثلا اولی اینجاست، این هم ریخته به هم. این وایش هیتینگ لوده، اینسولیشن یا عایق، ماکسیمم کولینگ تمپرچر، اوپنینگ پرسنتیج، اوورال هایت، اریا و اریا. مثلا اریا ارتباطش به هیتینگ لود، اریا به ارتباطش به هیتینگ لود باید یه ارتباط مستقیمی باشه قاعدتا دیگه، یعنی بین x6 و y منفی اریا. پس اینجا فکر کنم ریخته به هم این چیزی که اینجا هستش. به حال میتونیم چیز بکنیم اینجا یکم ریخته به هم، ولی دیتا و تامینای مربوط به انرژی. حالا از هم هر قشی بچه‌ها هستن اینجا دیگه تو حالت‌های مختلف. من یه سری دیتا ست میذارم، ولی یه سری دیتا ست هم که شما خودتون میتونید سرچ بکنید، سایت کگله، سایت UCI و سایت کگل، میتونید دیتا ست‌های مختلفی رو اونجا چیز بکنید، سرچ بکنید، پیدا بکنید. سایت کگل اینجا، من خیلی دیتا ست‌ها رو اینجا میارم. اینجا حالا اینکه چیزه خود همین سایت کگل و اینجا سرچ میکنید مثلا در چه زمینه ای میخواید، اینجا وجود داره. خب خیلی داشت مثلا مربوط به دیپ لرنینگ و عکس و اینجور چیزاست، ولی برای چیزم یه عالمه دیتا ست وجود داره. این یه منبع خیلی خوبه. یکی هم یه منبع UCIه، اینم UCI همین سایت خودش، ماشین لرنینگ ریپوزیتوری. اینجا مثلا همین دیتا ست آیریسکی بود با هم، آیریسکی با هم دیگه دیدیم اینجا مثلا هستش. مثلا میگه مناسب کلاسیفیکیشن مثلا، یا چیز خیلی دیتا ست وجود داره. توی معماری هم بگردیم حتما چیزای مختلفی وجود داره. اینم دیتا ست، یه سری هم من براتون میذارم. حالا اون میگم اون پروژه که آخر میخواید تحویل بدید، چیز نه خیلی نمیخوام چیز عجیب غریبی باشه، از همین چیزای ساده فقط میخوام که شما باش آشنا بشید، با این دیتا ها کار کرده باشید، وگرنه بعدن این قرار شده که این دوره برای شما یه شروعی باشه برای اینکه وارد این فضا بشید، وگرنه بیشتر از این دیگه توقع نیست. خب بچه اگر سوالی دارید گویای همه چی. استراحت بکنیم. به یکی از فیچرها ضریب بدیم که وزن بیشتری داشته باشه. چرا باید این کار رو بکنیم؟ یعنی ما اصلا داریم همش سعی میکنیم که این کار رو انجام ندیم، که اینا رو نورمالایز بکنیم که یه حالت داشته باشه. ضریب دادن به فیچرها کار درستی نیست. حالا اگر بخوایم بدیم تو خود دیتا ست اولیه‌مون میتونیم این کارو بکنیم، یا اینکه همون دیتا ستی که وقتی مثلا x0 رو که دارم می‌نویسم، x1 رو که دارم می‌نویسم مثلا بیرون می‌کشم، اینو بیام
زب داره مثلا دو کنم و بعد دوباره کانکتینیت کنم به جدولم. میشه دیگه از این کار انجام. کوریلیشن ارتباط بین فیچرها رو مشخص میکنه، میزان ارتباط بین. حالا من یه چیزایی، خب یه سری چیزها رو اینجا نرسیدم براتون توضیح بدم، ولی یکی دیگه از علتهایی که نرمالایزش میکنن اینه که شما اگر یه چیزی رو، اگر یه ایکسی رو، یه فیچری رو بزرگش بکنید، به همون نسبت پارامترش، پارامتر یعنی چی؟ پارامتر یعنی اون ضریبی که کنارش، یعنی همون تتاه، همون شیبه، به همون نسبت کم میشه. خودش اینو کم میکنه که اینا تناسب بینشون برقرار بشه. مثال میزنم، مثلا فرض کنید که من ایکسی کم چهاره مثلا ضرب در تتا یک، بعد ایکس دو هم 200 ضرب در تتا دو، این مثلا بشه مثلا 70. این وای منه دیگه. خب تتا صفر هم مثلا یه چیزی دارم، مثلا چون من 5 مثلا. این میخواد این معادله رو حل بکنه، یعنی وقتی که ما میایم اون چیزو میخوایم حل بکنیم، این معادله رو میخواد حل بکنه. و اینجا اتفاقی که میفته اینه، چون میبینه این ایکسی که تو وارد کردی خیلی بزرگه و این ایکسی که اینجا هستش خیلی کوچیکه، به همون نسبت اون تتا رو کوچیک میکنه و تتا یک رو میبره بالا که تناسب بین اینها برقرار بشه. یکی از دلایلی که ما میایم نرمالایزش میکنیم دقیقاً همینه که ما اینا رو، این 200 که اینجا هست، این 4 که اینجا هست، اینا رو ببریم توی یه بازه که این تتاها انقدر بالا پایین نشن، که خودش میتونه باعث مشکلات دیگه ای بشه. اینم بد نبود. حالا میرسید، اگر موافقید یه استراحتی بکنیم بعد برگردیم الگوریتمی که میخوایم بگیم رو با هم دیگه کار بکنیم. Oh.